بچه ها سلام، چطورید؟ با یه ویدیو جدید اومدم. اگر هنوز کانال من رو سابسکرایب ندارین، حتما سابسکرایب کنین. تو این کانال در مورد تجربیات سفرم با تو صحبت میکنم، سفرهای ایرانگردی، جهانگردی، طبیعتگردی، کمپی و به همچین سبک زندگی علاقه دارین، حتما کانال رو سابسکرایب کنین. بچه این مرغ و خروس رو افتادن دنبالم. این مرغا فکر میکنن که من مامانشون هستم، هر جا دارم میرم میدونن دنبالم. خیلی بانمکم. خب بچه ها، آماده این که با هم دیگه این سفر رو شروع کنیم. میخوام کل این روستای زیبا رو بهتون نشون بدم. مه گرفته همه جا، خیلی خوشگل. تو رو نمیدونم ولی من دلم میخواد برم یه ماه تعطیلات بزنم یه جای دور. خب همونطور که میبینین رسیدم به یه روستای فوق‌العاده که مه همه جا رو گرفته، یه اقیانوس ابر. و این مه ها رفته رفته بیشتر میشد، اصلا دیگه واقعا نمیدیدیم جا در رو و مجبور بودیم که چراغ مه شکن روشن کنیم. یکم هم هوا خنک شده بود، مه ها داشت پایین پایین تر میومد و واقعا نمیدیدیم دیگه هیچ جا رو. داشتیم رفتیم سمت اقامتگاه. اینجا یه اقامتگاه خیلی خوشگله، البته چند تا اقامتگاه بود، این مثل که موسیقی درست کرده بود و یکمی هم از جاده فاصله داشت. بعد جاده خاکی رو میرفتیم بالا که میرسیدم اون اقامتگاهه. حالا اونجا که در واقع همونطور که گفتم استان گیلان و شهرستان تالش، پارک جنگلی گیسون داره که واقعا زیباست. مسیرش زیبا و دیدنیه و درختان سر به فلک کشیده است. درختان خیلی بلندی داره که تونل جنگلی ایجاد کرده. اونجا هم خیلی خوشگله، اگه نرفته باشین میتونیم بریم ببینیم. تو جنوب گیسون رضوان شهر به فاصله 14 کیلومتر و در شمال شهر هشت‌پر که همون تالش به فاصله حدود 20 کیلومتر قرار داره. هواش خیلی خیلی خنکه به خاطر اینکه حالت کوهستانی داره و جاده گیسون جاییه که جنگل به دریا میرسه و واقعا ارزش دیدن داره. اگه نرفته باشین حتما وقت بذارین بریم ببینین. و همونطور که میبینین مهات چقدر اومده پایین، دیگه واقعا هیچ چی دیده نمیشه. فوق‌العاده است، عالیه. فقط باید خیلی آب آرامش رانندگی کنیم، چون ممکنه که یه گاو یا گوسفندی بپره وسط جاده. یعنی این امکان خیلی زیاده. همونطور که گفتم بهتون اینجا دام پروریش خیلی قویه و همه جا پر از گوسفند و دام و گوساله و گاو هست و شما باید خیلی به دقت توی مه رانندگی کنید. اینجا یه جاده، اینجا یه روستای دیگه است که به اون اقامتگاه میخوایم بریم، بسیار نزدیکه. و اینجا پر از قصابی، میبینیم کبابی و قصابی، کبابی و قصابی خیلی زیاده. شغل اصلی این روستایی ها همینه. حالا وقتی که میرفتیم همین صاحب اقامتگاه به همین زنی زد و گفت از اقامتگاه دیگه 100 تا مهمون دارم و حالا باید بیان ببینین که شما هم جا میشین بین اینا یا نه. البته گروه هم خیلی کوچیکه. ما هم گفتم اوکی، حالا ما وسایل کمپ و اینا هم داریم، نگران نباشید. اقامتگاهش تازه راه اندازی کرده بود، یکی از این خونه های قدیمی که خیلی قدیمی بود بازسازی کرده بودن و خیلی خوشگل درستش کرده بودن به سبک قدیمی. وقتی آدم میرفت داخلش یاد این سریال های قدیمی میافتاد که به سبک قدیمی درست میکنن. بچه اینجا رو میبینی، اینجا یه تپه توره که وقتی مه رفت کنار گله های اسب دیدیم، گاو، گله های گاو، گله های گوسفند و یه عالمه قاز. همه چی داشتن ماشاءالله به تعداد زیاد. این اسبا برای خودشون داشتن میچریدن، حالا نمیتونم اسبای وحشی بود که بعید میدونم وحشی باشن، احتمالا یه صاحبی داشتن. این روستا هم خیلی زیبا بود. بعد از اینکه رفتیم اقامتگاه رو دیدیم، مجدد اومدیم داخل این روستا فیلم هم گرفتم که تو جلسات بعدی میذارم براتون، چون واقعا خیلی زیبا بود. نمیتونستم در حد دو سه دقیقه براتون بذارم فضا و فضایی که تو روستا بود. میخوام کاملا خودتون رو حس کنید. اینجا رو ببینید، اینا تماما گاواشونه که برای خودشون آزاد دارن میچرند و اهالی این روستا فوق‌العاده زیاد آدمای مهربون و مهمون نوازی بودن.
بعدی براتون میذارم. این پیاده روی داخل همین روستا رو میخوام جلسه بعدی براتون بذارم. و یه سگ خیلی گرسنه تو جاده بود، یه مادر بود که چند تا بچه هم دار و اومد اینجا و ما هم براش غذا دادیم. خیلی خوشگله کنار جاده. به خاطر هم نمیدن میگم که توی مه بایست خیلی رو بند خورده ما به هر حال دیگه هستم دیگه کنار جاده خوشو میچرخم. و اینم فضای کلی یه چیز دادم بهش و مشغوله. خیلی بانمک بود، بچه هاشم اون بر بودم، بچه هاشم شو خودش نیاورده بود و این به فضا رو خیلی زیبا کرده. این صاحب اقامتگاه هم از اهالی همین روستا بود، میگفت که در واقع همینجا خودش چولیده بود برای کسی که میومدن اون روستا رو میدیدن، میومد و در واقع جای دیدنی اینجا رو بهشون نشون میداد. و بعد از اگر شما مثلا بود چهار سال من اومدم این اقامتگاه رو تأسیس کردم. این در واقع حیات اون اقامتگاه هست و نه هم تا اینجا اومده. این همون اقامتگاهی که دارم میگم، گلی شمدونی پشته بود و گلی شمدونی رنگا رنگ و مهمونش فعلا نیومده بودن، سگم اونجا خوابیده، مهمونا فعلا نیومده بودن، یکم شلوغ بود به خاطر اینکه تعداد زیاد بود و به خاطر همین ما ترجیح دادیم که بعد از اینکه ماشین رو پارک کردیم از دور همونجا بذاریم و بریم یه پیاده روی داشته باشیم داخل همون روستا که جلسه بعدی رو میذارم. اینجا دشتای گل هم زیاد بود که اول رفتیم به سمت همون دشتای گل که اینجا رو ببینین، این مرغ و خروس و گاوها برای خود همین اقامتگاهه و صبحونه خب به طب از تخم مرغای همین مرغای استفاده میکنن و گاوشون هم که اونجا کلن خیلی خوب بود، فضا خیلی فضای مثبتی بود، انرژی مثبت خیلی حاکم بود توی فضا و کلن همه حیوانات هم با صلح و صفا زندگی میکردن پیش هم. اینا که سگ مادره و بچه هاشون هم میدونم کجا گذاشتن و اون یکی مسافرها هم اومدن، یکی اون یکی مسافرها هم اومدن و اونا از یه سفر رو طولانی تر اومده بودن، اردبیل، استان اردبیل هم اومده بودن و چند روز رو سفر بودن یعنی که من هم و این هم بقیه اطراف و اون اقامتگاه واقعا همه چی عالی بود. برای من که خیلی خوشایند بود چون که واقعا اینجا فضا رو خیلی زیاد دوست دارم. اینم قازاز، قازم دیگه هم میداشتی اقامتگاهش، خیلی جالبه و استفاده هم میکردن، یعنی همه چی ارگانیک بود، حتی اون صبونه هایی که به مسافر را میداد ارگانیک بودن، تخم مرغ و مرغ و قاز و سبزی کاشته بود یه جا. و این هم دشت گل، دشت گلشون هم عالی بود که من بازم براتون یه استروموشن گرفتم ولی اینجا چون که حصار بستن زیاد فضای رومانتیک قبلی رو ندارم ولی من براتون یه استروموشن گرفتم. و در جلسه بعدی هم میخواییم بریم داخل اون روستا با یه پیرمرد و پیرزن روستایی اونجا آشنا شدیم و باهاش صحبت کردیم. براتون ویدیوشو میذارم. بچه اگر ویدیو رو دوست داشتین لطفا لایک کنین، کامنت بذارین برام و این کانال رو سابسکرایب کنین. خیلی دوستتون دارم. خدا.